ترکیب علم و هنر توسط تولید کننده هلیوفیزیک جنا دوبرستین و تولید کننده مالتی میدیا سکات وایزینگر موجب خلق ویدیوی شگرفی شد به نام سولاریوم. شما همش در حضور این بخش بی اندازه بزرگ هستین، به طوری که توی حلقه های تلاییش و فوران های آتش بارش گم میشین. فضاپیمای رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا در واقع در نور ماورای بنفش شدیدی در حال نظارت خورشید است. این فضاپیما در هر 12 ثانیه یک تصویر با وضوح بسیار بالا برمی‌دارد. دانشمندان از این تصاویر برای مطالعه خورشید استفاده می‌کنند، اما تهیه کنندگان ویدیو نیز متوجه خاصیت هنری آنها شده‌اند. ما نیروی این تصاویر یا اون اطلاعات رو گرفتیم و مثل هنر باهاش برخورد کردیم. گوشه‌هاش رو زدیم، رنگ‌آمیزیش رو درست کردیم و شات‌ها رو طوری تنظیم کردیم که شما کاملاً در اتمسفر خورشید گم می‌شین. از آنجا که ویدیو از 30 تصویر در هر ثانیه استفاده می‌کند، نیاز به مقدار بسیار زیادی اطلاعات دارد. بنابراین تبدیل آن به این فیلم دراماتیک کار دلهره آوری بود. اما تولید کنندگان ابتدا باید رضایت خاطر دانشمندان را به این فکر جلب می‌کردند. یه کمی طول کشید تا بتونیم همه رو قانع کنیم که می‌خوایم چیکار کنیم، تا بتونیم به طرف هدفمون حرکت کنیم و ایدمون رو به فعل در بیاریم. پژوهشگران دانشگاه پرینستون در صداگذاری کمک کردند و صداهایی را که از زلزله‌های خورشیدی جمع‌آوری شده بود بر روی تصاویر گذاشتند. سولاریوم ماه فوریه آینده در سالن دیدارکنندگان مرکز فضایی گودار و سایر موزه‌ها و مراکز علمی گشایش یافته و به جلب بازدیدکننده خواهد پرداخت. روزیتا ایراندوز، صدای آمریکا.